اینجا هستن حیوانات توی همین تلگرام دارن میپلکن. ما بریم سراغ کارو. آقا این فخرآور دیوس این ببینین، من هر روز اینجا فیلماشو میبینم. این مادر قهوه بوده، این هم از همین حیوانات، این هانوسی های دیوس. این دیوس هست اینجا. فخرآور بالاخره آوردی والا های فخرآور. دوستان لایو رو شیر کنید، شیر کنید دوستان. نقطه عطف تاریخ لایو های اینستاگرام، دو شب اومدم آقای فخرآور تو لایو، منی که از برترین مناظره کنندگان تشیع در اینستاگرام هستم. این و اینقدر وقتم این تشیع یعنی همون آنوسیا، تشیع مشیع نداریم دیوس. چرا میگی تشیع؟ تشیع چیه؟ همین آنوسیا، همین این تشیع در حقیقت همون زیرخوابه آنوسیاست. تشیع چی کاره چی دیوس؟ این دوتا آنوسی اومدن اینجا لایو گذاشتن که مثلا بگن ما با هم دیگه دشمنیم. این فخرآور از خود همین هاست، از خود همین دیوس هاست. این یارو شیعه آنوسی لایو اومده مثلا بگه که مثلا اینا لایو میزنن مثلا بگن که ما با هم دیگه مخالفیم. اه دیوس، شما مخالفتی با هم ندارین، شما هر دوتاتون دقیقا دم یه ماتحدین. اینه داستان، اینه اهمیت داره. دفعه قبلی که اومدم دوستانت رفتن همگی ریپورت هم کردن، نتونستم دیگه بهت درخواست بدم در حالی که کامنتامو میدیدی. امشب هم باز اومدم وقت گذاشتم و خدا رو شکر آوردی بالا. ولی باید قول بدی قیافه دیوسو ببینید، فخرآور دیوس سیو بکنی، این قول رو اولش باید بدی دوستان رکورد بکنی. این فخرآور دیگه من چیزم، من این خارزاده این رضاشاه تریاکی هم بعیدم نیست. این خانواده بیناموس، اینم میشه خواهرزاده این خانواده بیناموس. چیز عجیبی نیست، این همون ذخیره نکنه به معنای ناتوانیش هستش، به معنای باخت و شکست و پذیرش عرض کنم حقارت و همه اینا هستش. اومدم الان دیگه بالا، نه باید بندازی پایین، نه توهین داریم، هم سیف باید بکنیم. یه خوده با بچه ها صحبت کن الان میام. مرد بخوان بیناموس، بیناموس زن جنتی آنوسی، دقیقا آنوسی میگم به خوار و مادرت زن جنتی. آب بخور دایی. این شما و این هم علی محزون. دوستان من یه انتقاد از کنم مکانی بدم برم به جایگاه خودم، نمیدونستم بیاره والا کسا نمیاره ایشون کلن. این فیلمشه، این میگه بالا نمیاری، این از قبلا یاد داره اینو هماهنگ کردن که مثلا بگه سلام بالا نمیاری. دوستان بزرگوار ما مثلا با هم دیگه مخالفیم. برای شروع بحث و لایف خوب بودش این رو که گفتم، متشکرم آوردین بالا، آفرین که آوردین بالا، تحسین میکنم. قیافه شو ببینین دقیقه شو این کشیده الان. دوستان لایف رو شیر بکن رو بعد یه ساعت اینترنت هم تاریخ رقم میخوره، یعنی لایو تاریخی داغون، موبایلم خراب، این زنگ داده اینجا لایو گذاشتین مادر قوی دیوس آنوسی. تو گو خوردی زن آزاده، تو خود تصمیم واسه تو همین یهودی ها میگیرن دیوس زن جنتی کسکی. من عمدن ادعا میکنم شما تحریک بشی، من رو مفتضح کنی، با هم چلنج داشته باشیم حسابی. این بسیجی دیوس اینا اومدن اینجا چلنجی بشه. تو دیوس تو چی بی حرفا، برو جرق تو بزن، برو بیناموز. موام خراب بله ولایتی یا من بسیجی نیستم، نه ولی بسیجی بودن رو ننگم نمیدونم، بسیجی نیستم، من یه بچه مذهبی هم. بچه بسیجی من کاری ندارم، شاید مثلا بسیجی یعنی کونی، یعنی که رو هم سوار شدن. اینجا ما داریم میگیم، اینجا من آقا یاور بسیجی دقیقا همین معنای دیگه نه، که یه خونه بگیری پنج هفت نفره رو هم سوارن اونجا. ولایت منظور من طرفدار تشیع هم، همه اعتقادات تشیع رو مبانی عقلی تشیع شیعه هستی، مادرت سیغه میشه نمیشه، اینو بگی تو زن آزاده بیناموز زن جنتی، اینو همشون زن جنتی هم. ما اینجا هست، عکس ما اونجا هست، ما اینجا داریم به عشق ملت این ایران
اینجا داریم میکشیم، برنامه میذاریم، هستیم به عشق این ملت. کنم مناظره میکنم علی قاتل. بله حالا این بحثا جزئیه، بریم سراغ مطالب اصلی. تو خوردی زن آزادی جزئی چی؟ جایگاهی نشستین رو معتاد خامنه‌ای نشستیم، رو معتاد خامنه‌ای، رو معتاد مادر تو دیوب. من نمیشناسم چنین شخصی رو. نمیشناسی تو زنازاده قاسم مادر قبر رو نمیشناسی؟ این دخترش جنده است اونجا با این عرب مرابا رفته سیغه شده دیوب. نمیگود کتلتش کردن کتشل چی رو میگی زن؟ نگو موامو دارم درست میکنم، هیچی نگو دارم موامو درست میکنم. اسمای افراد رو که میشناسم رو اگه ببری میگم میشناسم یا نه. مثلا من به تو بگم ترامپ عیاش میشناسی؟ ترامپ قمارباز بگم میشناسی؟ این آدار قبر ببین داره به پریزیدنت فوش میده. این که قاسم کتلت کرده بود میگفت ای ترامپ قمارباز، ای خوار مادر قبر، چیزی که فکر میکنی به تو نزدیک داریم. همینجوری داشت روی تلفنش این چیزو نگاه میکرد با اون. حالا من سر رو باهات ندارم آقای فخرآور. ببین من تو دیوس میخوای چی گوی بخور اینجا؟ نمیخوام بکنم بچه بازی نداریم که آینه تو فلان من بچه بازی تو من باید بحث مبنایی عقلی بکنم. بچه بازی این مریضی آخونداست علمی اجازه بده گفت مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. اومدی یه جوری اولدورم پولدورم هم که رستم بود، رستم بود تو خوار مادر انداختی انگار مثلا خیلی بهره علمی بردی. انگار که خیلی حرف عقلی میزنی. گفتم بیام ببینم این بنده خدا چی داره میگه برای خودش. این بحث جز مثلا تمایل ندارم، بحث مبناییه کلی عقلی بکنی. موافقی؟ آقا بحث مبنایی عقلی یک مادر چطوره دیوز؟ این بحث مبنای عقلی دارم میکنم، میگم شما شیعه هستی مادر صیغه میشه نمیشه دیوس؟ کتلت جزئیه، جز اسم افراد دیگه، نفرات رو مبانی بحث کنیم. نه من میخوام پایه اعتقادی روشن بشه اول ببینم تو کجا نشستی. چون رو معتقد مادرت نشستی. من حقانیت شیعه اثناعشری هستش، در همه اصول اعتقاداتش با عقلی صحبت میکنم، انتقاداتی هم به شما دارم. ببینم شما هر دوتاتون از در یکشون نون میخورید. من این رو حقیقت میگم دیگه. این مادر قبه نشسته با اون معتاد پارش تو امریکا داره ما به ما از این سیدل پول میگیره، این دیوس دیگه هم تو ایران بسیجی ما به ما داره از این دیوس ها پول میگیره. هر دوتاتون از یه معتاد نون میخورید. شما شیعه ای که تو بهش اعتقاد داری الان تصمیم گیرنده و فرمانده کل قوای کشور شما کیه؟ یه دقیقه سیدل سیبچین دوستان ایشون شاید سیب نکنه رکورد کنید. رفقای خودم که تو لایو اومدن و باعث رونق لایو ایشون شدیم و الان 500 تا اضافه شده و شاید تا آخر بحث هم 1000 تا دیگه اضافه بشه. رفقای خودم لایو رو سیب بکنید رکورد بکنید انشالله که دیگه ایشون اگه بهونه ای چیزی اینا پیش اومد من دیدم مثلا خودم هم گفتن این انشاءالله رو، ولی درستش اینه. من اینجا به رنگارنگی ها میگم انشاءالله نگید، بگید به امید زرتشت، به امید زرتشت اینجوری بگید. این انشاءالله از اون حرفای آنوسی هست. این توی کسایی که مثلا توی ایران هستن باید آنوسی باشن خب، ولی وقتی که مثلا چند تا زرتشتی با هم میشینید یا مثلا اینجا به ما زنگ میزنید یا به اون شبکه عزیز رنگارنگ بگین به امید زرتوش، توکل به زرتوش بزرگ اینجوری بگین. این انشاءالله من انشاءالله تو همون ایران مثلا میخوای آنوسی بشی اینجوری بگین، انشاءالله انشاءالله توکلتو علی الله اینجوری بگین. ولی وقتی که اینجا به ما زنگ میزنی این بگی انشاءالله من تو خوار، من فوش خوار مادر بهت میکشم. من شوخی میکنم مثلا، من خودم هم گفتم مثلا انشاءالله حواسم نبوده، ولی دارم سعی میکنم یا تلاش میکنم همینجور که میگیم یا زرتوش بگید به امید اهورامزدا اینجوری بگید. سیب بکنه ما خودمون داشته باشیم. به هر حال یک بار برای همیشه میخوایم بحث بکنیم، نمیخوایم ده بار بیایم هی بحث و جنگ و جدل و این داستانا بکنیم، چون شأنمون رو هم در نظر میگیریم. عرض کنم که آقای فخرآور شما خوشحالی تو دایی آقای فخرآور شب پیش اولا که 2 دقیقه 3 دقیقه یه بار با هم صحبت بکنیم و صدامو دارین؟ نه قصد نمی کنی این چیزا رو، من اومدی تو لایو من این چیزا رو میگم. اولا
جواب سوال منو بده. تو اومدی تو لایو، یعنی شما میگی که تو هم بس بکنیم هیچ کی چی نفهمه؟ منطقی هست، ما که منطقی هستیم، شما بسیجی رو نمیدونم، ولی نه منطقی هست. شما من گفتم اینجا، شما مادرتون خرابه، اگه مادرتون خراب نبود از این ماتحت سیدل نون نمیخوردید، میامدید نون تمپو میخوردید، میامدید نون بازوتون رو میخوردید، زن جنده ها. ببین تو کلام همدیگه پریدن الکی جد سالشی میشه که مخاطب نمیفهم. اون کسی که الکی نقص بازی کنه، شما ماشاءالله اکتور خود هستی، کسی که نقد بازی کنه احساسی عمل بکنه. اون شب اومدم دیدم گفتی که آه خدایا، اتفاقا تو اکتور بودنت هم مدلینگت شبیه مثلا حامد بهداده، مثل اون دیالوگ میگی با همون احساس و فلان و اینها ادا در اینجا. من بذارم این حامد بهداد چیه؟ اینا حتما یک چونی، این چونی ها اینا میشناسن هم دیگر دعیوس ها. این حامد بهداد چیه؟ من اینا میخوام بشناسم این دعیوس ها چیه. حامد بهداد کاش بلشیفته از ایران نرفته بود. این دعیوس، این حامد بهداد دعیوس، این یورو آنوسیه. این تو همون فیلم علمه مثل که از این سلیبریزی هاست، یا ماتحتش رو به فروش میذاره و امکان داره مخاطب احساسی بشه، چالش بالا بره و حقیقت غبارآلود بشه فضا و حقیقت گم بشه. دو دقیقه شما بگو، دو دقیقه من، سه دقیقه من، سه دقیقه شما، پنج دقیقه شما، پنج دقیقه من. رسم مناظره همینه. اول بذار من یه چیز رو روشن شه. بچه حامد بهداد کیه؟ من این هنرمند من میخواد مثلا بگه که مثلا پنج دقیقه تو ولش اگه نمیشه بهتره میگه هنرمندان، همون کسیه که صحبت کردن تو شبیه اون یا تقلید کردی از اون بزرگوار که توی عرض کنم توی فیلم ها میاد اینطوری میگه رفیق خوش شما فلان تو همیسا اینطوری داریش. الان اینجا مثلا این لایو گذاشتی، الان حرف اصلیش اینه. این مثلا میخواد بگه که مثلا اینا میخواد اینجوری کنه، اینا برنامه ما مثلا میبینن، اینا ما رو رصد میکنن. این مادر غربا اینا الان این لایو که گذاشتن، این طرف این بسیجی دعیوسه، اون طرف دیگه فخرآور زنازاده است. این مثلا مردم ایران مثلا اینو میبینن، میخوان بگن از بین این دوتا تو یکیشو باید انتخاب کنی، تو یا باید بسیجی باشی یا باید این مثل این فخرآور دعیوس باشی. اینه، چیزی دیگه ای نیست. اینا میخوان مثلا بگن رای دیگه ای نیست، مثلا ما رو اینجا میخوان بزنن زمین. ما هم هستیم اینجا مادر قبه. البته من اینجا واسه خودم ارزش قائلم، با این مادر قبه اینجا لایو اینا نمیرم، اونجا کار خودمون رو ادامه میدیم. من اینجوری بهتون بگم، همه این رهبران آنوسی دنیا از پوتین بگیر و از این سیدل و حتی همین ترامپ، اینا همه داره گوش میدن حرفای ما رو. من اون روز دیدم، من میدونم، من نمیتونم یا همه چیزو بگم، یا همشون دارن گوش میدن. حتی اون مادر قهوه، اون آل سعود، اونم داره ما رو گوش میده. اون دعیوس با اون ماتحت گندش اینجا داره جاکشی الله رو میکنه، اینجا اونم ما رو گوش میده. این دعیوس اینا میخوان مثلا این کسایی که هنوز ما رو نمیشناسن اینا رو فریب بدن. تو هم صحبت میکنی، نمیدونستی بدون، یه حالت اگزاجره ای داره تو توی ذوق میخوره، یه حالت اگزاجره داره که شما فکر میکنی جذابه. این صحبت کردن اگزاجره مادرت فوش میده. جواب سوال اول من بوده ببینم، آیا در کشور شما الان سید علی خامنه ای سید علی کیونی فرمانده کل قواست درسته؟ خب بزرگوار من نیمه مادر قهوه با این حرفش مثلا میخواد بگه که آقا سیدل همه کار است، این آخونده همه کار است، اینو میخواد بگه. در حالی که ما اینجا گفتیم سیدل اگه کسی بود یه دستمال میکشید به ماتحتش تمیز باشه. سیدل هیچ کاره است، سیدل چوب کردن تو ماتحتش اونجا نشسته نمیتونه چوبه رو در بیاره. اینجا از شخص دفاع بکنم، من از تفکر اومدم دفاع بکنم. برو از تفکر مادرت برو تفکر مادرت رو عوض کن، نره سر کوچه وایسته اونجا سر کوچه سوم و چهارم دنبال این بسیجی سپاهی و عرب مربا که تو ماتحتش تا دسته بندازن، تو ماتحت خودت و خوار و مادرت پدر آخوند جاکشت بود کشی هم ای بابا اسلامی که الان ایران رو اشغال کرده. ما مثلا از کجا این یارو مثلا میگه، یارو میگه که از گجات بگیرم نفست در نره. این اسلام میگه، اسلام یعنی چی؟ زن آزاده، اسلام تعریف
تعریفتو بگو. دیوس اسلامی چی کاری چی؟ کدوم اسلام؟ اسلام 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 حشری یا اسلام سنی؟ این کدومش؟ همینجور سربسته میخواد یک کوس شیر بگی بره پیکارش. خب اجازه بده، اجازه بده. پدرتو دوست داری؟ خب من پدرتو دوست ندارم. بیام یه دونه عبارتی رو براش به کار ببرم که موجب آزار شما بشه، این درسته؟ پدر دیوس اصلا معلوم نیست چی هست. پدر شما دیوس ها پدر نمیشناسین چیه؟ شما اصلا پدرت معلوم نیست. برو ببین دنبالتون سپاه، برو ببین پدرت چیه. زن آزاده اینو یه دیوس دیگه نشستم دارن لایف میگیرم. این زن آزاده ها، آیا شما، آیا شما در شیعه اصنا عشری برای بهایی ها احترام بایدین؟ بیا این مادر قوه رو ببین، من اینجا کار ندارم. ولی اون صحبتی که اون دیوس زن آزاده با اون قیافش میزد، همین چیز اسمش چی بود؟ این زنازاده دیروز درگیر بودیم باش، این اسماعیل زاده مادر قهوه. این اسماعیل زاده قیافش رو ببینیم، بعد بره دم شهر رو اونجا وایست روزی دو سه دلار در اونجا در بیاره، بره یک شامی بیاره بخیه ماتحتش اینا درست شه. این مادر قهوه اومده اینجا مثلا میگه که مثلا حرف از ملت ایران که نمیزنن، مثلا بگن زن آزادا چرا مثلا اعدام، دیوسا چرا مثلا حجاب اجباری یا زن آزاده ها، چرا مثلا زرتشتی ها رو مثلا شما میکشید. اینا بهایی، اینا خب جو بودن دیگه. چه ربطی داشت جواب منو شما بده بعد بیریم سراغ بهاییت. داری میگی چرا ما توهین میکنیم به امام زمانتون؟ میگیم خیالیه شما تمام ادیان. امام زمان من دیشب گفتم اون امام زمان رفته تو چای مستراب، من ریدم تو چای مسترابه که اون توش باشه. همینجور ریدم تو خار مادر اون امام زمانی که اون تو چای مستراب اونجا نشسته اونجا میخواد. همون امام زمانم اگه باشه تو چای مستراب، من اینو بگم که همونم داره صدای منو گوش میده. من اینجا بهش میگم اونجا نشستی دیوار نویسی هم بکن زن آزاده و مذاهب دیگر رو همه رو تیکه پاره میکنید، فحش میدید. ببین آقای فخرآور، ما هیچ توهینی نمیکنیم. اگه منظور دست نشانده های انگلیس و امریکا هست که ما بهشون شیعیان انگلیسی میگیم، اگه اونا منظورته اونا شیعه نیستن. اونا رو اگه میگی تو دیوس، تو مادر قهوه اینجا نشستی میگی دیوس، تو خودت تا دسته چوب یهودی ها تو ماتحت خودته، یا چوبم تو ماتحت پدر آخوند دیوسته. تو اومدی از دست نشانده یا حرف ها حرف میزنی زناد. البته درباره این باوی ها راست میگی، این باوی ها همینه، ولی خود این هایم گویی نیستن. اونا مزدورن، اونا میان اجازه بده، اونا میان فحاشی میکنن اختلافات. یعنی ببین هزار تا اومد لولایی به تمی الانم. خب بذار بحث درست بکنیم. اونا میان اختلاف افکنی میکنن، اختلاف افکنی میکنن که بلکه بتونن مادر شما رو اختلاف میندازن توشون. نه مادرتون توی شهر نوی ما نباشن، ما اینجا مادر شما رو داریم اینجا میفروشیم. این حرفش اینه. همینجور توی اینترنت بیره همین حیوانات میپلکن، همین دیوسا. آدم هایی مثل ما کم هن. آدم یه دیوس هم اینجا از عوضی که بیاد را یا داور ادامه بده کوسی شیر میگه اینجا یاد ملازاده میفتم. این دیوس میبینم امریکا و انگلیس بتونن بیان اون مقصد خودشون رو برداشت کنن. امریکا و انگلیس یه اصنا عشری خب. مثلا امریکا چی کار کرده؟ مثلا امریکا مادر تو گاییده، امریکا خواهر تو گاییده. امریکا انگلیس خب آن درسته، ولی امریکا ملت با عشق امریکا اینقدر. ما همون شای دیوس مثلا بعض جامعه شای دیوس بابا از حضور از گنج حضور امریکا بود. تو این سالا مردم تونستن یه نفس نیمه بکشن. ولی دیوس اومده اینجا امریکا چوب تو ماتحتت کرده دیوس. شخص تو یه شیعه یسناشری غیر انگلیسی، شخص تو آیا تو بهایی ها رو قبول داری؟ قبول نداشتن به معنای توهین نیست. من اهل سنت رو هم قبول ندارم اعتقاداتشو. توهین میکنم، توهین به مقدساتشون رو حرام میدونم من. تو گوهد زن آزاده اینا، این شیعیان اینا هم آنوسی هن. من به شما ملت میگم برین آنوسی شید نمیشین.
این شیعیان موقعی که چیز میشن میان مثلا با این علمای اهل سنت، با این جنازادگان اهل سنت مثلا حرف میزنن، اینا میگن نه ما توهین نمیکنیم، ولی توی خودشون توی جمع وقتی اونجا همه سوار هم دیگن اونجا توهین میکنن. تو این حسینی و تیکی میکی ها اونجا وقتی سوار هم میشن اینجا فوش هم میدن بین اهل سنت. این من اینجا ویدیوش هست من بذارم اینجا، یک مادر اینا سوار هم دیگه بودن، اینجا فیلمش اومده بیرون. زنازادن اینا، زنازاده. ببینین دیوز این خلیفه یکون تاغار، لا 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 لا، این خلیفه یکون تاغار، این خلیفه یکون تاغار، دفتنهای تو صد هزار، بابا تو بیننت بذار، دزگه شکیر خرسوار، ابنه ای خانوم بیار، خودم بیان میکنمه، خودم بیان میکنمه، خودم بیان میکنمه، کسکش بی مروت جون تو بنده کیره، کسکش بی مروت جون تو بنده کیره، هنوز تو تا نکردم نفست داره میگیره، نفست داره میگیره، کسکش بی مروت جون تو بنده کیره، کسکش بی مروت هنوز تو تا نکردم نفست، هر کی الله را عمر کف نزنه جواب نده، عمر تکونت همین عمر تکونت، یکی را خط تکونت، خودم میام میکنمه، خودم میام، کسگش بی مروبت جون تو بنده کیره، کسگش بی مروبت هنوز تو تنه کردم نفست داره میگیره، ای خلیفه یکون تاقا دف زنهای تو صده کارت زن جنتی برو پی کارت دیوز زن جنتی. این من میگم من اینجا گفتم، من حتی به این یاران رنگارنگی هم گفتم مثلا شما باید آنوسی باشید تو ایران، ولی یادتون باشه تو تکی مکی و مسجد اینجا هیچ وقت نرین، اینا باید اگه رفتی با کنبن برو. اینو من بهتون بگم اینجا این مادر قبار این حسینی مسیحی یعنی چونی خونه همینه، چیز دیگه نه، این چونی هم دیگه میذارن و اون یکی میره سوار اون یکی میشه، اون یکی میاد سوار اون یکی دیگه میشه، این کونی خونه هست، اون گی خونه هست. حالا مثلا توی اروپا هم گی خونه هست، ولی خب اونجا اسمش هست، اونجا سردارش نوشته کیونی خونه، معلومه اونجا. ولی تو مثلا میره یورو میره حسینی جایی مثلا فکر میکنه مثلا اینجا بریم یاد خدا باشیم، خبر ندارن که اونجا اینا آلاتای تناسلی اونجا منتظر معتادشن، میخوان تو معتادت بذارن. این دعیوس هم اینا، این من اینو گذاشتم که ببینیم میگید مثلا ما توهین نداریم، این کسی بیش نیست، ما توهین نمی کنیم به اهل سنت. دروغ میگه ما یعنی دل فکر کردیم ما مثلا اقم زنا هستیم، فکر کردیم ما از اخباری ها هستیم، ما خیر تشیع ناب مرجع و مراجع تقلید هستیم، آیت الله بهجت، نمیدونم آیت الله بروجردی، نمیدونم علامه طباطبایی، بزرگان تشیع، کونیای تشیع، این اسمایی که بود این کونیای تشیع، این داستان اینه، این آیت الله که میگه یعنی کونی، اون یارو وقتی که میشه مثلا یارو وقتی که ملاست یعنی کونی، وقتی که یارو آیت الله میشه یعنی سردسته کونیا، یعنی استاد کونیگری، اینا دارن اونجا درس کونیگری میبینن، اینا خدا مدا کلوچن، اینا درس کونیگری اونجا دارن میدن به اینا. ببینم خامنه ای جزو مراجع شما هست یا نه؟ آقای فخرآور من این پشتیمو درست کنم. آقای فخرآور اجازه بدی لحظه، قرار نیست آخه شما هی من سوال بپرسی که آبوزی. یه لحظه اجازه بده یه لحظه ببین ما میتونیم گوش کن با چلمنگ صحبت نمی کنی، من خیلی چیزا میدونم. خب آره دیر... تو دیوز چی میدونی؟ تو هیچی هم نمیدونی، تو خیلی بیدونی چوبی که رفته تو معتادت، فکر اونو بکن اونو چجوری بیارش بیرون. دیوز زنجیر من گفت دو سه شب لایواتو میبینم خیلی خندیدم اتفاقا میدونم،
که در ایرانی که شیعه اثنی‌عشری حاکم شد، در این ایران مراجع تقلید رو مراجع همه رو چونی، هر کسی چونی از این مراجع باید تقلید کنه، این باید بذاره مراجع چونی، هر کسی میخواد چونیگری تب یاد بگیره بیان دو این مراجع. این دستان مراجع چون جان زلالده اونوسی این دستانی میخواد، هر کسی میخواد چونیگری یاد بگیره اونجا رساله خمینی مادر قهوه اونجا هست، چونیگری، کسکشی، جاکی، هرچی میخوام فوش ندن این لن، این کسکش رو نگم این نمیشونستی که این مادر قهوه اجازه نمیدن، چونیگری میخوای یاد بگیری اینا اینا، برو اونجا رساله خمینی رو بازش کن اونجا هست، عکسش هم هست اونجا. با چولمنگ صحبت نمی کنی، من خیلی چیز دارم چولمنگ تو دقیقا. آره دیدم، گفت دو سه شب لایواتو میبینم، خیلی خندیدم اتفاقا. میدونم که در ایرانی که شیعه اثنی‌عشری حاکم شد، اثنی‌عشر شیعه اثنی‌عشر مراجع تقلید رو خانوماشون اثنی‌عشر اثنی‌عشر هست اونجا، نایب برحق امام زمان این حشر سید علی این حشره میره تو باطل، چون هیچ کدوم اینو قبول نداشتن و مراجع رو باطل اعلام کرد، اومد خودش مراجع تقلید حکومتی اعلام کرد. من میدونم یارو کرد چی خسته نباشی چی چیزا یارو باطل اعلام کرد بعد از آیت الله عراقی. جامعه مدرسی فاضلمیه قم اومد چند نفر رو به عنوان مرجع تقلید اعلام کرد، یکیشون هم رهبری بود. خامنه‌ای منتظری مرجع تقلید قابل قبول بود یا نبود؟ اصلا بحث قابل قبولی نیست، چند تا مرجع تقلید هستن، تک مرجعی بود اون موقع، اجازه بده بعد از امام خمینی آیت الله عراقی، بعد از امام کونیا، منظورش اینه بعد از امام کونی این بقیش ادامه میده، آیت الله گلپایگانی بعدش آیت الله گلپایگانی بوده، بعد از امام کونی این امام ابنیه های عالم، امام قطب عالم کونیگری کونی های جهان، امام کونی خمینی ری چی شدن؟ چی گفته اینو؟ چند ساله؟ چی گفته؟ این مردم 2500 نفر شاهد، دوستان عزیز، مردم بزرگوار، آیت الله بروجردی تک مرجع، انقدر شما سواد نداری، اطلاعات از شیعه نداری، اجازه بده بگم دیگه، لوتی رو دادی آقای نبود، تو هم صحبت کنیم که مرجع بود یا نبود، آقا نمیشه تو هم صحبت کنیم، شما بگو دو دقیقه بگو بعد من دو دقیقه بگم، نمیدونی یا نمیخوای بگی هی داری مغلطه میکنی، منتظری آیت شما که فقط داد گرفتی از مغلطه استفاده کنید. آیا آیت الله حسین علی منتظری مرجع تقلید بود یا نبود؟ آره یا نه؟ الان 70 تومن منتظری من اول میدونم یه مادر قوی دیگه است، اونم زنش خراب بوده، مادرش خراب بوده شده آیت الله. من یک مادر میدونم، من اینان به مادر و خوهرش میگم که مادرش اگه این آیت الله اگه مادرشون درست بود این آیت الله نمیشودن که، مادرشون خراب بوده اونجا رفته مثلا آیت الله شده، مادرش میخواد اونجا صیغه میغه میکنه که چجوری مادرشو بفروشه. این مرجع تقلید داریم، 7 تاشون مرجع جایز و تقلیدن، مرجع تقلید بودن مگه دلیل بر این هستش که مرجع اعلم باشه؟ مرجع جایز و تقلید یعنی این که حکومت سید علی خامنه‌ای یک عده افراد رو مثل اعتراض این دایوس رو چیرین حکومت سید علی خامنه‌ای یه سری افراد رو اعلام کرده، گفته مردم مرجعایی که مورد نظر و تایید ما هستن اینا هستن، بقیه چیزی دور. خب ببین بقیه اونجا پیش مادرته، بقیه اون مراجع اونجا پیش مادرته، یه تسبیح هم دستشون، یه تسبیح هم دستشون، مادرتو دارن اونجا صیغه میکنن، یعنی به این یکی صیغه میشه میره اون یکی. من اونجا یکی از این آشناهام بود، خاطر یک چیزی اینجا واسه تون بگم بریم دنبال ادامه مطالب. ما اینجا رفیق داشتیم، این با آخوند مخوندو میپلکید، این تعریف میکرد، میگه یه جوونی بود آخوند بود، بعد این رفیق ما میرفت میگفت این با این آخونده رفیقم، یک کارش بدبخ افتاده بود به این آخوندا، یک کار جای اداری که کاری داشت، مجبور شده بود با این یه آخوند جوونی رو اونجا پیدا کرده بود، بعد اون آخونده جوون به مادر قوی دیگه کونی اعظمتر از خودش اونجا وصل بود، این میخواست کارشو پیش ببره،
بعد میگفت من با این آخونده با این جوونه رفیق شدم. بعد گفتم داداش خانم منوم اینا جوونی، این نیاز تو چجوری برطرف میشه؟ این داستان چیه؟ این جوونه برگشته بود به این آخونده، گفت این آخونده جوون برگشته بود به این رفیق ما، گفته بود، گفته این بزرگان، این بزرگا، این تونیای اعظم اینا سیغه میغه میگیرن، بعد از اون تهش هم یه چیزی به ما میرسه اونجا. این اینجوری اینو میان سیغه میکنن، بعد اشغال 2 ساعت 3 ساعت، بعد نیم ساعت آخر رو میدن به این بدبخت. این داستان اینه، اینا همشون کونی هن، همشون زن جنتی هن. اینا آدم درست، این آخوندی یعنی کونگری. کسی هم که به کون خودش بند نیست، به هیچ چیز بند نیست. یعنی از نظر من آخرین مقام انسانیت، کسی که دیگه کونی میشه از دیگه انسان نیست، اون یه مادر قهوه از یک ایوانه. مثل همین ایوانات کونی که اینجا به ما زنگ میزنن. این داستان اینه.